آره خلاصه بعد این سه سال که دیگه ما عصب کشی کرده بودیم تو کارتونش بود اینا تو این عصب کشی جواهر رو دیدم گفتم بذار اینو بزن به شارژ واقعا عین لفظ همین بود گفتم شاید گوشی یادش رفته باشه رفته تو آقا ما اینو زدیم این تو شارژ اه... تو برق و گوشی روشن شد نه بابا گوشی که همه با... دیگه اگه دیگه به من بگید دیگه بعد فقط هم مشکلی که داشتیم بود که اسکرینش یه دونه خط سفید روش افتاده بود اینا مشکلی نداره بره بورم بورم اپل استور و تاچ و همه چیش هم کار میکرد اپل استور نگاه کرد و اینا سری خب اینا یکی یه گوشی آب بهش شده هم توی دوربینش پیداست هم توی اون جای سیم کارتش گفت خب این واتر دمیج رو اینا گفتم میدونم ولی من میخوام اسکرینش رو عوض کنم یه خلاصه یک روز گرفتن که ببینن چقدر واتر دمیج بد بوده و اینا اسکرینو عوض کنن تا رفتم بگیرم گفتش که اولا که اسکینت ترپاردیه یعنی اسکین تقلبیه که اونجا من جا خوردم دوباره که واتر دمیج انقدر بد بوده که دیگه تا چتم از بین رفته و چی اسکین تقلبیه پوش بده ببین اون موقع که اینو من گفت من انقدر هم ناراحت شدم که بابا من ادامه بود که گوشی اصله با فلان داشتم چیز اگه با, با... با کدوم پرووایدر گرفتی کریر خب نه را گوش بده میگم من فهمیدم چی شد بعد خیلی اصلا هم زش شد و هم ناراحت شدم و اینا گفتم باشه دستت در کنه دیگه بعد این موقع که این اتفاق افتاده من به دو نفر این گوشی داده بودم که نگاه بکنن که تقریبا هر دو نفر متاسفانه بهشون تراست داشتم با اینا اسکرین سو برداشتن دوستان و اسکرین تقلبی انداختن رو گوشی دادن به من گفتن اصلا گوشی درست نمیشه خیلی من اصلا روز عجیب بود بعد رفتم چند جا قیمت گرفتم اینا آها بعد این دوستان نامحترم این در حین پروسه برداشتن اسکین اصلی بعد اسکین اسکی تقلبی فیس آیدی رو هم شیکوندن چون فیس آیدی یک کامپوننت رو خود مادر برد رو خود اون برد گوشی داره فیس آیدی گوشی هم میگه فوش ده. مادر ندین تو این فاتکست <laughs> آیا من بس... میتونم فوش شدم یه نمیتونم بعد کردی با اونا اون آدم ها دقیقا چیزم همینه دلیما همینه که نمیدونم با کدومشون صحبت کنم به کدومشون شکوایی کنم با یه دو نفرن دیگه نه, نه،, نه. هر کدوم از اینا میتونه این کار کرده باشه این برای مثلا شد... به اون کسی که این کارو نکرده شکوایه بکنه به قول خودش شما موقع زایی میشه دیگه ببین سرمربی استقلال اخیرا یه لفظی رو به کار برد فکر کنم خیلی مناسبه اینجوری وقت <applause> چی گفت؟ نمیتونم نمیتون. بگم ولی میتونی همون بفرستی سرمربی استقلال تونست بگه ما نتونیم بگیم <applause> آره واقعا من نمیدونم داشت پخش می‌شد همینجا آره خیلی خلاصه زخم بدی خورده برام نمیشه آقا چرا اتیکس نیست ببین فراد شید. نگاه کن تو ببین نفر دوم نفر آخر نفر آخر میفهمیده اگه این چیز می بوده اسکرین قلابی می بوده قلابی تو برو با نفر دوم صحبت کن یه جوری که تو بهش اعتماد داری بهش آه. بگو که آره اونا... اگ... دیگه اونم اگه... الان اونها این اپیزود بشنم هم چی میشه ما برنامه همون چی بعد... نه ولی اون آه. کسایی که ایشون گفت آدمای اصلا چیزی نیستن که بخوان اپیزود بشه ببین برو با نفر دوم صحبت کن بگو آره راستی من فکر کنم به یکی دیگه داده بودم اون این کارو کرده تو وقتی که باز کردی متوجه نشد این اسکرین تقلبیه یا میشیم یه کار دیگه بکنیم بریم یغش کنیم ببریمش پشت کوچه چیزی جفتشون رو میخوام بزنیم یکی جون اعتراف میکنه آخرش من مطمئنا جفتش رو میبینم بهشون میگم ولی اومدم وایس بزنم زنگ بزنم نمیدونستم کار درست یا نه چون نمیدونی دیگه یک کدوم از اینا پنج و پنج یک کدوم اینا دو یکیش ای نیست یا شاید یکی یک <بشد> <applause> یه کرده یکی یک کمپوننت دیگر رو کرده ببین آخه نگاه کن اگه نفر دوم نکرده باشه نفر اول کرده باشه نفر دوم میفهمیده به تو میگفته <applause> با می هم میفهمیده نه شاید هم بهش مهم نبوده دیگه گفته یه ترد دیگه چیز خاصی نیست اخه ترد پارتی اسکرین رو گوشیت باشه ولی اینکه خیلی رکبه بعدی خوردم خواستم باید. باید. هم نمیشه بعد الان اپل عوض نمی بعد اپل فوشی سگ به من میخواست بده <تصفح> من من ادعا کرده بودم که او گوش و اوریجیناله من مثلا کلی کلاس برای اینو مندت گذاشتم سرشون منم یه چی مشکلی داشتم دیگه ما از ایران یه نفر به ما گوشی داد که آقا ما اینو خریدیم من چکم کردم سریال نامبرش و وارنتی داشت هنوز گفتش که اصلا کار نمیکنه اسپیکرش کار نمیکنه فلان و اینا منم اون موقع ما استرالیا بودیم خیلی دیدی مثلا موقع که میری تو اپل استوری و سر تو میذیش تو که آقا این چه سرویس مزخرفیه داری ارا میدی درستش کنید داختم گفتم جوش گفتم این چی اصلا خراب شده و فلان و اینا اینو برا عوضش کن اینا خب باشه ما چیز دیاگنوستیک رو میکنیم مثلا یه ساعت طول میکشه بعد برگرد ببینیم مشکل چیه دو سه کار نمیکنه یارو اومد گفت نصف کامپوننت های این تو رو برداشتن نصفش چیز بود یعنی گوشی خالی بود گوشی رو هوا تو برداشته بودن از توش مثل این کمپانی شرف به من رفت یعنی تو ایران دستو. گوشی رو که داده بودن به فامیلتون اسپیکر نداشت اصلا نه رفته بوده خراب شده بوده رفته بوده درست کنن حالا نمیدونم دیگه کی حالا تو اینجا به... کی فراد زده نمیدونم تو به فامیلتون به ما این بدون نصف و ها به ما رسیده بود واسه سرفجوی تو وزن <applause> این کار کردن بعد مثلا اینطوری بود که یارو مثلا معلوم میتونم بدم بیان ببرنه چون از من پرسیم من گفتم هیچ باز نشد چون من واقعا نمیدونستم دیگه آخه امضا میکنی قبلش دیگه آره بود. بود. بود من, من از همین ناراحت بودم من امضا کرده بودم که آقا صد درصد دارم را رو... بعد بیشتر از این سوختم. یارو گفت اگه اسکرینت ترد نبود ما با اینکه با تردمیجم داشت آب رفته تو گوشی ما اسکرین خود اپل مینداختیم رو گوشیت ولی الان چون یکی دست برده تو این گوشی و اسکرین خب معلوم گوش... اگه ترد پارتی که خراب نمیشد نه نه گفت اصلا چون ترد پارتی اصلا اگه اسپیکر این گوشی خراب بشه ما دست به هیچ جاش دیگه نمیذاریم مثل اینکه چوب دو سر چیز شده گو خب تو چرا <تصفيق> 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 تو چرا همون موقع که گوشی سوخت نبردی اپل یا بردی بردم بردم اپل چی گفت اپل گفت گوشی رو یک روز زیر آب نگرد داشتین که اینطوری شده حقتونه و باید یه نو بخرید موقع هزار ولی یه روز زیر آب ن... نگه نداشته بودید بابا ما 10 تا ویتنس داشتیم شاهد داشتیم یه لحظه واقعا یه لحظه افتاد تو آب خب پس چرا اونجا پیش باز بالاخره اونها مشکل داشتن آره ولی خب ما... من ضعیف عمل کردم ولی من انتظار بیشتری داشتم آدم سه سال پیش من آز... نه تو این جمع اگه یک نفر میتونست این قضیه رو پیگیری کنه اون تو بودی نه سه سال, سال پیشش سه سال پیشش سه سال پیش سه سال پیش هم همینقدر گرگ بود فرقی نداره ما امروز قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم کلی مشکل تکنیکی داشتیم پی من روشن روشن شد ولی سی پیود کولر ارور میداد مثلا بعد یه خاموش شد بعد دیگه کارون میکروفونش کار نمیکرد برای ضبط کردن خلاصه هممون زخمی الان از تکنولوژی ایمان برافروخته هم... بود ببین الان فقط منتظرم پادکست تموم اون فوشایی که میخوام تو ایمیل بنویسم و بنویسم براشون فقط ساب کن ایمو آخه عجیب تو تو کارهایی که میکنی با کامپیوتر خیلی بنظرم نظرم بیشتره نمیدونم زوم و اینا باید کار بکشه بابا من دارم باهاش کاری که من این میکنم هیچ کس نمیکنه ولی خب یعنی قدرتی که اینم داره برای همین کارا باید بکشه مشکلی نداره ولی روزی یه کامپوننت فیلیر من دارم دیگه باز کردن پارتی گذاشتن فن جی پی یو قلابی احتمالاً تو مادر یه تیکش رو از ایران آوردن ولی در یه جمله دیگه بگم و دیگه بریم من یه زخم بزرگترین زخم این پروسه این بود که من به اون واقعا مثلا اعتماد و اینکه می... مثلا میشناسینشون ایمان حداقل یه نفرشون رو میشناسه داشی و, و مثلا بیار با من... من هیچ داشی کسی نداره نه, نه. اعلام <applause> <گفت تصفيق> الا میکنم اگه فکر کنی با من داشین همتون اشتباه میکنی نه 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 داشی بیار گوشی تو وسط چک میکنم خیالت راحت هرکی هر کی اینو گفت بدون میخواد سرت کلا بذاره تراست می برو اینا خلاص خلاص این این بهتره اون اون بهتره که من واقعا دیگه آخه مگه قیمت اسکین اپل چقدره؟ ببین اون موقع آها اون موقع کل گوشه بعد از می‌کردن بیشتر از نزدیک 1500 600 تا میشد با تکسش. خب من نمیشم اون موقع. بردن. نه نه تو رو نمیگم میگم این یارو که کف رفته قیمت اسکرین اوریجینال اون... چقدر؟ اون موقع 700 دلار بود. او یعنی یه گوشی مثلا 1200 700 دلارش واسه اسکرین آره آره چون آیفون 10 به بعد می‌خواست عوض بشه باید دو دوبرش عوض بشه و خیلی به هم ربط داره این اسکرین جوری فرهاد یه کاری اثر انگشت نیست روی اینا نه خب باز کرده بالاخره اثر انگشتش ممکنه روش باشه بگیشی نه تو با دومی دو شروع کن به نظر من به دومیه دو بگو تو اینو باز کردی متوجه نشدی که اسکرینش اصل نیست بعد یارو یا میگه آره یا نه اگه بگه آره میگه خود چرا من نگفتی آخه <تصفح> میگه دو سال پیش بوده من سال یادم نمیاد نهار چی خوردم ولی کسی این کار کرده خوب میدونه چون پول خوبی توش خورده دیگه 700 دلار دزدیدی دیگه یهو 700 دلار اون موقع واقعا واقعا کمتر بود ارزشش شما واقعا دلار 4 4000 تومان بریم سر اپیزودمون بریم آره یا بخوش سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزان هم هستن سلام سلام جونم براتون بگی که امروز اپسوه 261 ماست درسته؟ بله ده بله ده بله هفته دومی است که ما دوباره برگشتیم و داریم از راه دور داریم زبن کنیم به خاطر پروتکل های چی میگم بهداشتی؟ هلحابی. الهاقی که نه الهاقی نه بهداشتی پروتکل های بهداشتی که الان توی شهر ونکوور و حالا استان بریتیش کلمبیا هست مجبور شدیم که از راه دور ضبط بکنیم و احساس میکنم که تا آخر سیزن هم این ادامه پیدا خواهد کرد اینطوری که حداقل واقعا حداقل آره ما آخرین اپیزودمون میشه روز کریسمس 24 آره آره نه به خاطر اینکه آخر زمستون عدد هم که داره بدتر میشه بعد دوره همی هم داره بیشتر میشه من میزنم که بابا دیشب باسه فرستادم از افرادی که نزدیک میشناسیم بچه دوره هم جمع و گیلاس اینو نمیفهمم و... اینو یکی برام من توضیح بده که چرا که چرا واقعا آره حالا <تصفيق> <تصفيق> یه سری واقعا نگار جدی نمیگیرم من نمیدونم ببین اگر که چه میدونم خانواده مستنتر حالا اینجا نداشته باشی و اطرافیانت کسایی باشن که نداشته باشن اینطوریه که جدی نمیگیری دیگه حالا فوقش اینه که ذهنیت متاسفانه اینه که خب من میگیرم خوب میشم چون سیستم دفاعی بدنم خوبه جوونم فلان و اینا ولی خب نمیدونن که تو اون پروسه چقدر دیگه از افراد میتونن صدمه بزنن بهش ما همین هفته پیش که داشتیم صحبت میکردیم استرالیا رو چه زدیم تو جنوب استرالیا یه نگهبانی که بوده برای همه مرکز کرونای کرونا میگیره میره خونه به زن و بچه و اینا میده بچه ها میرن مدرسه و اتوبوس مدرسه و اتوبوس و اینا الان یه دیزاستر خیلی عجیبی توی قسمت جنوب استرالیا به وجود اومده در حدی که ارتش و اینا وارد شدن دوباره مرزا رو بستن و هیچکس نمیتونه برو بیاد و فلان و اینا و خب میبینید دیگه از یه نفر وقتی شروع میشه میتونه چقدر آدم رو تحت تاثیر قرار بده نه کنید این کار حالا فردا جنوب استرالیا با من زنگ میزنن از فلوریدا به کارون زنگ زدن بعد آره متاسفانه بعضی هستن که جدی نمیگیرن حالا یه زی دیگه هم که هست یه ذرش من احساس میکنم تقصیر همین ام ارگان هایی که خبر میدن ها چون الان خبرایی که میاد خیلی زد و یعنی خبر که نه در واقع دستورای بهداشتی که میدن پروتکل هایی که میذارن به نظر شخصی من خیلی زدونقیزه زد که آقا شما تو فقط کوربابل فقط اون افراد اصلی که باشون زندگی میکنید میتونید ببینید و این رستوران ها بازم میتونید به این رستوران یا مثلا جاهای ورزشی الان دونه دونه من دارم ایمیل میگیرم که همین بین دو تا که الان داشتیم برای من یه مسیج اومد که ما کیک باکسینگ داره باز میشه مثلا دوشنبه میتونیم بیاین کلاس ها آره یه داره داره این, این که این که الان تقریبا واقعا حرفا که زدن یه تیتی جای سربسته ای اما ورزشی و اینا نمیتونه فعالیت داشته باشن کی نمیتونه فعالیت داشته باشه آه جای ورزشی اصلا حالا سربسته نه فعالیت فقط تعدادش مشخصه درسته آره دا. دا. چونت یعنی فکر کنم تا ده نفر اینا رو هنوز باز نگردن به همش چیز دیگه قضیه اقتصادیه و یعنی راه مشخصه همون کاری که توی مارچ کردن و اگر الان میکردن خب اعداد ارقام اینجوری بالا نمیرفت دیگه ولی چون اقتصادا نمیکشه که این بیزنس ها رو بسته نگه دارن مجبورن باز کنن و بازم که بکنی بالاخره یه اوتپری که یه جایی شکل میگیره دیگه یه حالا یه فرقی که اون مارچ و الان داشت مارچ اون موقع چه میدونم الکل نبود دستکش نبود ماسک نبود هیچ چیزی وجود نداشت که بتونن باش مقابله بکنن الان خب مثلا ضد کننده وجود داره الکل مثلا وفور نعمت هست چه ماسک هست و اینا دستکش هست آدما بیشتر در موردش میدونن کلی مثلا شیش ما با این موضوع زندگی کردن انتظار میره که بهتر رفتار بکنن ولی از اون برم احساس میکنن که باش راحتتر شدن دیگه اون موقعی که این کاری کردن یه جورایی به نظر من آدم رو تو خونه نگه داشتن که ماسکو الکل و اینا برسه به دکترا چون که انقدر کم بود وجود داشت اون موقع که خب مجبور شدن آدم رو تو خونه نگه دارن ولی بازم این دلیل نمیشه من آدادش چند سویش من فکر دلیل نمیشه که انقدر غیر معمولی باشه انقدر غیر دقیق باشه حرفایی که دارن میزنن حالا آخه فقط حرف نیست دیگه, دیگه. خود آدما باید رعایت کنن که نمیکنن آخه ببین یه جلسه پیشم در صحبت کردیم انسان ها موقعی که یه اتفاق ویگی میفته یه اتفاق گنگی به وجود میاد به نفع خودشون برمیدارن یار میگه خب تو خونه من نمیاد میتونیم میریم رستوران همه میدونی و رستوران هم بازه دیگه تو قانونیه که نشکوندی <applause> رستوران هم دارن همین میکنم میگم میکنم دیگه میگم. میگم چون اقتصاد نمیکشه دولت مجبور رستوران رو باز نگه داره وگرنه جواب واضحه تو باید همه جا رو ببندی کسی بیرون نره ولی خب چون نمیتونی این کارو بکنی دیگه میزان بدهی دولت رو خیلی زیاد شده مثلا همین کرونا میزان بدهی دولت کانادا رو ده برابر کرد یعنی از مم. چیزی که تخمین زده بودن تازه این عددی که من میگم مال همون مارچ و یهو یه ده برابر دفیسیت دولت شد بعد همین الان خود اقتصاددان ها اینا باید بشینن در واقع تحقیق و اینا بکنن که چجوری این کسری بودجه رو تو سالهای آینده جبران کنن یعنی حالا تکس ماها رو چجوری ببرن بالا چجوری این بدهی که دارن جبران بشه در سالهای آینده تازه این از کیه از وقتی که اوضاع کنترل بشه و بیزنس ها باز بشن الان آه. که همه چی حالا تقلق و, و باز نیست یعنی همینجور اوضاع ممکن بدتر بشه حالا در صورت هرکی هر کی بتونه رایت کنه باید در حد خودش رایت بکنه دیگه. همیشه فکر من اینه که حالا من اینکه جوونم اون تنها زندگی میکنم بگیرم هم احتمال بالا چیز خاصی نمیشه ولی فرض کن من چونم دارم میام برم پیش ایمان تو راه فرض کن من داشته باشم بعد آسانسور نمیدونم توی خیابون یه جایی یه آدم سمبالایی هست یا یه کسی که در واقع کامپرومایز ایمیون سیستم میگن یعنی سیستم ایمنی حالت عادی نیست یه ذره شده فرض کنید من اگه به اون بدم خب جون یه آدم دیگر رو به خطر انداختی دیگه آدم اینجوری فکر کنه شاید یه ذره راحت تر باشه و درسته ممکنه اونی که حالا جوان تره خیلی مشکلی هم براش پیش نیاد من با دوستان حرف زدم تو ایران میگفت آره من یه بار گرفتم خوب شدم بعد دیگه بیرون بودم و اینو یه دور دیگه هم یه دو روزی گرفتم و, <تصفح> و هنوزم بیرون میرفت اصلا <تصفح> براش مهم نم. ولی خب این نمیگه که بابا تو میگیری خوب میشی اون وسط به چهار نفر دیگه اگه داده باشی که اینا مشکل داشته باشن خب بعد دیگه دیده. بله <applause> نمیدونم چی بگم بریم سر اپیزودمون چون عصبی دارم فکر کنم اسم بیماری هم اومد و تو اول حرف اسم بیماری اومد دیگه, دیگه. دیگه الان من همه چیمو دادم دیگه الان من دیگه زندگیمو الان گشتم پای رو داده دیگه اینو آره رو من دادم دیگه نیست بیایم بکنیم بیا بگو جونم بگو اینم چه آره توی این قسمت معنای زندگی قسمت هزارم معنای زندگی رو داریم سلسله آقا من قشنگ داشتم میدیدم که چه جوری به مرور این میزان ویو معنای زندگی داشت کم میشد بعد کامنت های می مثلا آدم ها اینا رو میدم مثلا آدما میخواستن که محترم باشن خیلی نگن که بابا مثلا بسته دیگه خسته شده و اینا این بود که کی مثلا فرهاد موضوع دوم زبان عشق میگه می یه غیر مستقیم بس بس دیگه چه خبره فراد دوری از میکروفونت خواستم در جایی باش آره حالا امروز گفتم که بعد اون سلسله پنج قسمتی که رفتم یه ذره یکم موضوع دم دستی تر باشه که یه ذره دوره هم باشیم راجب پتنت یا سند ثبت اختراع میخوام صحبت کنم ولی نه حالا از بود خیلی تکنیکالش از این بود که Uh, یه سری مثال پتنت دارم که شاید ما هم مثلا حواسمون نبوده باشه یه سری از این محصولاتی که استفاده میکنیم و یه سری از محصولاتی که اصلا فکرش هم نمیکنیم وجود داشته باشه اینا همه پتنت شده خب حالا <applause> پتنت فارسی میگن سند ثبت اختراع که در واقع یه سند حقوقیه که از مالکیت فکری یا معنوی آه. که متعلقه به اون فرد یا سازمانیه که اون محصول فکری یا معنوی رو تولید کرده میاد حمایت میکنه خب هفته پیش که با آریان صحبت میکردیم یه تیکه از بحثمون گفتیم که اینتلیکچوال پراپرتی محصول فکری اون اه, پادکست حالا موسیقی که آریان ده سال اجرا کرده بود اون یه چیز فیزیکی نیستش که بیرون باشه که مثلا شما یه خودرو که تولید نکردی گذاشته باشی یه جای. محصول فکریه اون محصول فکری چرا میخندی؟ نمیدونه بچه چی که لبخند زدن نمیدونه بس منم... آریهش داخل از هفته پیش تالا اتفاقات اتفاقات عجیبی افتاده خب. آره آریه اون پادکستی که داره داشته در واقع اون اسم اون محصول فکری آریام بود حالا در واقع سیستم های حقوقی طوری ترلایی شدن که میتونن از حقوق شخصی که اون محصول فکری رو تولید کرده حمایت کنه حالا میتونه یه آدم مشخص باشه یا میتونه یه کسی باشه که برای یه سازمانی داره کار میکنه درست بعد این سند حقوقی به صاحب اون محصول حالا فکری یا معنوی حق قانونی میده که بقیه رو از درست کردن استفاده کردن یا فروش اون محصول فکری محروم کند. خب یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که فرهاد یه در واقع یه ایده ای داشته و رفته اون رو آره مثلا یه روش جدید شستن ماشین خب این رو به هر... پول. <applause> آره این الگوریتم رو رفته مثلا پتنتش کرده بله وقتی که پتنت بشه و این بیاد بیرون در واقع این سند ثبت اختراع به اسم فرهاد ثبت بشه دیگه هر جایی از اون کشوری که اون پتنت توش اعمال میشه اگه کسی بخواد از اون الگوریتمی که فرهاد استفاده کرده استفاده کنه مثلا یه کارباش جدید بزنه و بخواد الگوریتم شستن ماشین فرهاد استفاده کنه فرهاد میتونه بره ازش شکایت کنه و حق رو دادگاه به فرهاد میده مگر اینکه حالا اینو از قبل یه توافقی رسیده باشن که مثلا اون کارباش میگه که من از این الگوریتم تو استفاده میکنم از این شیوه شستن ماشین تو استفاده میکنم ولی قبلش به تو 10000 تومن میدم که تو به من این اجازه رو بدی و وقتی که اون اگریمنت اون توافق حاصل بشه دیگه اون شخص بدون مشکل میتونه از این محصول فکری که فرهاد حالا تولید کرده استفاده کنه توی تاریخ هم ما یه عالمه پتنت قطعا داریم ولی یه سری از اینا چیزایی که ما همیشه ازش استفاده کردیم ولی شاید حالا خیلی حواسمون نبوده که اینا پتنت بودن مثلا لامپ آقای ادیسون سال 1878 لامپ رو پتنت کرده خب توی آمریکا و خیلی جالبه که همون موقع توی انگلیس یه آدم به اسم جوزف سوان ظاهرا همین محصول رو توی انگلیس پتنت کرده و حالا توی مدارس داشتیم میگفتن اگه دو نفر دو جای مختلف از دنیا همزمان یه اختراعی رو انجام بدن جفتشون مختره به خاطر اینکه این که ای نرفته از ایده اون یکی بدوزه ما حالا همیشه میشنویم ادیسون ولی توی انگلیس هم همینا این آقای جوزف سوان ظاهرا اختراع کرده ولی بعدا با هم یه شرکت میزنن به اسم ادیسون اند سوان یونایتد الکتریک لایت کمپانی بعد دیگه اینا میفتن تو کار لامپ و اینا آقای ادیسون 1903 تا پتنت داشتن 1093 تا خیلی عدد زیادی یعنی هم مثلا سمت صبح بیدار میشه شروع میکنی پتن دادن تا شب. خیلی جالبه بعد حالا چیز مورد بعدی اینترنال کامبشن انجین موتور احتراق بایسی. داخلی بایسی. که خوندیم که اکسیژن و سوخت و قاطی میکنن اینم اونجوری نکنه موتور ماشین خودت تو هر کجا خوندین تو هر فوق هم خوندین یادمه همه جا اینترنال دیگه فرزادم که دبیرستان ایران نرفته الان میدونه نه فکر مثلا واقعا دبیرستان تمیز درس دادن که چرا اینترنال کانواس با موتور چهار زمانه اینا رو خوندیم دیگه چهار تا مرحله حل دارم, دارم میگم دیگه تو حرف و فن خوندیم آره خب اینو موتور احتراق داخلی که گفتم سوخت و اکسیژن رو میاره حالا آتیش میگیره جرقه میزنه آتیش میگیره بعد این دودش یه پیستونی رو جابجا جا میکنه و اون به نیروی محرک تبدیل میشه این سال 1000 اولین مدل این موتورا سال 1823 که پمپ آب بوده برای استخراج آب بوده پتنت شده بعد ولی موتور چهار زمانه ای که حالا ما ها بیشتر باهاش آشناییم 1876 پتنت شده هم. یعنی یعنی از اون موقع بعد هر کمپانی میخواسته موتور بسازه چیز باشه از این آی سی یا ای باشه بعد میرفته از اون شخص یا از اون آره آفرین این پتنت تا ابد قابل اجرا نیست خب یعنی تو یه اختراعی میکنی یه مدت زمان مشخصی داره که اون مدت زمان حالا بستگی به قوانین هر کشوره جلوتر میگم معمولا 20 ساله یعنی آه. از وقتی که این حالا چند 1876 مثلا تا 96 1896 هر کی میخواسته از این موتور اهداراق داخلی استفاده کنه باید اجازه میگرفت حالا یه پولی میداده به اینا ولی دیگه از اونجا به بعد دیگه این پتنت نیست دیگه این در واقع حالا اوپن سورس یا حالا هر کسی میتونه از اون الگوریتم استفاده کنه آه. بعد تلفنی که ما استفاده میکنیم آقای کی اختراع کرده گراهام آره آره آقای گراهام بل سال 1876 توی همون سالی که کامباسشن انجین اومدن گراهام بل هم چیز کرده تلفن رو پتنت کرده و شرکت AT&T که هستش الان معروفه کوفاندرش خود همین آقای گراهام بله من نمیدونستم اینا خیلی جالب بود بعد کانادایی گراهام نه؟ کاناداییه نمیدونم بل اصلا بلم از اون میاد یعنی میدونی اینو یه دلی حدس میزنی بکنم داره حدس میزنی نه نه برو نه این برو آره نه این حدسه آمریکایی فکر کنم بعد حالا شیوه پتنت دادن شاید حالا ما تو ایران میشینی میگفتن ثبت اختراع میشین اخبارای چیز ساعت دو ظهر بود چی بود آخرش دیدی بخش داشت با, با محققان و مختره جوان و اینا صحبت میکرد همیشه یه چیز مثلا عجیب غریب خیلی دور از ذهنی بود ولی ظاهرا اینجوری نیسته شما هر چیزی رو میتونید پتنت کنید اگه به شرط اینکه حالا یه سری شرایط رو در واقع داشته باش اینو خمیازی یه کاراکتر دیگه شو دماغش شد سرش <applause> توی کار رو حالا وسط صحبت قبل اینکه پیش بری توی تو همین آخر اخبار که میگو بیادم این بعضی یه چیزای مسخره پتنت میکردن مثلا گردو مثلا اتوماتیک آخه همینه <تصفح> فندوق زنه مثلا <تصفح> ببین شما واقعا هر چیزی رو میتونی پتنت کنی حالا اینو میخواستم بگم اگه اکثریتمون که حالا دانشگاه رفتیم با مدل مقاله دادن و اینا آشنایی داریم خب پتنت اصلا شبیه مقاله دادن نیست یعنی تو مقاله که میخوای بدی ما یه اپیزود هم راجع به روش علمی صحبت کردیم دیگه شما یه فرضیه دارید یه مشاهده ای میکنید میزنی که اینجوریه یه یعنی چهار تا در واقع آزمایش اجرا میکنی این آزمایش ها ممکنه که فرضیه شما رو تایید کنه بعد اون آزمایش ها رو طوری می نویسی که مثلا من انجام دادم میدم به فرزاد فرزادم بتونه انجام بده نه اینجوری باشه که اصلا نتونه و نکته اینه که تمام این فرضیه ها باید قابل رد شدن باشه فالسیفایبل باشه بعد حالا اگه درست بود فرضی شما در واقع نتایج تحقیقات داشت نشون میداد که فرضی که شما کرده بودید درسته شما میتونستید نتایج رو بدید بیرون به عنوان یه مقاله به عنوان یه پیپر و حالا الان هم اکثریت پیپرهایی که میدیم همیشه یه بیسلاینی در واقع وجود داره همیشه یه نفر قبل شما بوده که کار مشابه کرده پیپر تو باید نشون بده که کاری که شما انجام میدید داره یه کیفیتی اضافه میکنه به اون کار قبلی شما نمیتونی یه پیپری بدی که مثلا دقتش از الگوریتم قبلی کمتر باشه خب هنر نکردی که باید چیزی باشه که اونو بهتر کنه ولی حالا پتنت ها اینجوری نیست پتنت مثلا حالا توی فیلد کامپیوتر تو حتی نیاز نداری پتنت رو پیاده سازی بکنی فقط ممکنه یه الگوریتمی تو ذهنت باشه حتی نیازم نداری که بری نشون بدی که این از الگوریتم‌های قبلی بهتر کار میکنه تو میتونی روی کاغذ مثلا بگی به این دلایل ممکنه که کیفیت رو بالا ببره اینا و بری ایده رو پتنت کنی خب این باعث میشه که همون <تصفح> چیزایی که فراد گفت بعضیاش خیلی مسخر و عجیب غریب در میان بیاد بیرون که اصلا آدم باورش نمیشه این به ذهن یکی رسیده و طرف اصلا انقدر اراده داشته و انقدر انرژی داشته رفت اینو پتنت کرده چون پتنت کردم هم اصلا کار ارزونی نیست یه فعالیت خیلی هزینه برداریه مثلا توی آمریکا این یه چیزی بین عدد ده هزار تا سی چل هزار دلار برای شما هر پتنت هزینه داره به خاطر اینکه اول اینکه باید بری با وکیله در ارتباط باشی وکیلا باید بیان در واقع این متنی که شما نوشتی توضیح الگوریتمتونه به زبان حقوقی ترجمه کنن بعد کارای اینو سابمیت در واقع ارسال میکنی به یه دفتر مخصوصی که این در واقع پتنت آفیس یو اس پتنت مثلا توی آمریکا آره این میاد مقایسه میکنه ببینه کار مشابه بوده خیلی چیز گرون و هزینه برداری بر همین آدم تعجب میکنه که با این ایده ها چی که پتن شدن و حالا اگر هم جلو بره تو هر چند سالیه برام باید یه هزینه بدی که همچنان حقوق معنوی و فکری کار برای تو بمونه اگه اون هزینه رو ندی اصلا این کلا قضیه کنسله آره این حالا فرقش با مقاله دادن که بیشتر ماها باهاش آشناییم خیلی فرق داره تو این زمینه بعد آخر پتنت همیشه یه سری کلیم یا یه سری ادعا مطرح میشه که تو ادعا میکنی که محصول من این کارا رو میکنه و دقیقا وارد مباحث حقوقی که میشن از همین ادعاها استفاده میکنن که مقایسه بکنن با مثلا فرض کن اون الگوریتمی که فرهاد داده با اون الگوریتمی که تو اون کار باش استفاده میشده فرهاد که الگوریتمش رو پتنت کرده میاد یه سری ادعا مطرح میکنه میگه مثلا اگه شما اول آب و صابون بزنی به ماشین بعد روش روغن بزنی میشه الگوریتم من حالا اگه اونا هم با همین ترتیب استفاده کنن چون میشه زیر مجموعه ادعای فرها اون کلیمی که فرهاد توی پتنتش کرده در واقع این کیس رو فرهاد ممکنه که ببره درست آره حالا فرهاد پرسید که یعنی هر کسی که بخواد از این موتور احتراق داخلی استفاده کنه باید با اون تیم اولیه صحبت بکنه من گفتم که اینا معمولا یه مدت زمان مشخصی دارن که این عدد مثلا برای آمریکا 20 ساله یعنی تو تو از وقتی که پتنت میاد بیرون تا وقتی که اون حقوق معنوی و فکریش همچنان برای شما هست اون 20 سال طول میکشه بعد 20 سال دیگه به خاطر اینکه در واقع جزئیات اون الگوریتم اون محصولی که شما دادید کاملا در اختیار عموم هست همه میتونن ازش استفاده کنن پیاده سازیش کنن بهترش کنن حالا هرچی که هست دیگه ازش استفاده کنم تو اون بازه 20 سال برای این حقوق فکری و معنویش برای شماست بعد این وسط حالا یه تخلفی اگه صورت بگیره همون مورد کار باشه فرهاد اگه سریال سوتس رو دیده باشید میدونید قشنگ اینا وکیلا دیگه میشینن این مدارک رو با هم مقایسه میکنن میبینن چند درصد اشتراک داره بعد میان توی دادگاه ها با هم جنگ و دعوای خیلی عجیب و غریب طولانی میکنن که مشخص بشه که در نهایت ایده جدید یا حالا ناول مال کدوم شرکت بوده و کی داره از روی اون یکی کپی برداری میکنه ارسان. بعد کمپانیا استراتژی مختلفی دارن واسه اینکه از این پتنت ها استفاده کنن یه سری استراتژی تهاجمی دارن یعنی پتنت رو تولید میکنن که باهاش برن از شرکت های دیگه شکایت کنن که شما دارید محصول ما رو استفاده میکنی پس باید بری به ما پول بدی یه سری استراتژی تدافعی دارن یعنی پتنت الگوریتم خودشون رو الگوریتم خودشون رو پتنت میکنن ولی باهاش نمیرن کسی رو شکایت کنن اگه ولی کسی اومد از اینا شکایت کرد اینا در واقع میگن که ما همین الگوریتما رو داشتیم و از این طریق از کار خودشون دفاع میکنن که این قضیه حالا مخصوصا توی فیلد <applause> کامپیوتر و توی چند سال اخیر خیلی باب شده بین شرکت های کامپیوتری بزرگ حالا من جلوتر مثالش میزنم که اینا شروع میکنن با همدیگه وارد جنگ و دعوای حقوقی شدن بعد توی این جنگ و دعوای حقوقی در واقع همین پتنت ها که به کمکشون میاد <applause> شرکت ها میان پتنت خودشون رو میکنن میگن ما این الگوریتم رو داشتیم هم شما اینو داشتید یه سری جنگ و دعوای خیلی دیتیل حقوقی داره یه توجهی مثلا اینکه کمپانی من داره این الگوریتم رو مثلا بهش بقیه هم دارن از همون الگوریتم استفاده میکنن ولی من میام سریع هنوز نکردی نکردی نه, نه تو کردی نه، تو, دارد تو دارد پتنت, دارد. پتنت دارد. کردی تو می شکایت می‌کنی آ می شکایت می‌کنم آ فکر نکردم می‌خوام برم پتنت تو سری مثلا انجام نه نه دارد. تو پتنت کردی حدس می‌زنی که فلان کمپانی هم داره محصول مشابه شما رو استفاده می‌کنه تو می شکایت می‌کنی جلوتر مثال می‌زنم که این اتفاق کجا افتاده اما هم, هم احتمالاً شنیدن. بکنیم این وسط یه سری کمپانی لاشخور هستن اینا خودشون در واقع محصول فکری تولید نمیکنن اینا میرن یه سری الگوریتمی که حالا یه جایی تولید شده رو جمع میکنن اونا رو خودشون پتنت میکنن به خاطر پولی که دارن و اون شرکت در واقع یه شرکتی که یه عالمه پتنت داره مثال میزنم فرض کنید شما دانشجوید بعد وقت بیچاره توی یه لبه یه استادی داری کار میکنی همه ما ها توی همچین وضعیتی بودیم بعد شما فرض کن یه پیپر میدی اون دانشجو که قطعا پول این رو نداره که اون پیپر رو پاتنت بکنه خب ممکنه یه شرکتی بیاد به شما بگه بگه که آقا من به تو مثلا 5000 دلار پول میدم تو بذار پیپر تو رو من پاتنت کنم تو خوشحالم میشی وقتی دانشجو اون عدد برای تو عدد بسیار زیادیه چیزی هم هست که پیپر شده خب چرا که نبذار پاتنت شه خب اون شرکت میاد پیپر تو, می... تو رو میگیره میره پتنت میکنه پیپر این نفر دیگر هم میگیره میکنه اون شرکت در واقع خودش محصول خاصی نداره سرویس خاصی ارائه نمیده این وسط نشسته هر کی تو دنیا بخواد بره کار مشابه چیزی که اینا پتنتش رو دارن رو انجام بده این میره میفته به جونشون میره بالا مثلا پتنت برای ما حقوق معنوی کار برای ما شما دارید استفاده کنید به ما پول بدید چه سری بهشون یه پتنت چی یه <laughs> سری شرکت هستن واقعا از این تاریخ پول در بل. بله اونم حالا دیگه ایده ی دیگه حالا یکی ممکنه برس اصلا فوایدش چیه برای چی؟ بعضی ها اسکرین آیفون باز میکنن عوض میکنن فیک میندازن بعضی ها این کارها رو میکنن دیگه برای هر کدومش آره دیگه توی خدای خودش مختلف. دو؟ بعد ممکنه که بگید که حالا فوایدش چیه اصلا چرا این کار میکنن داستان اینه که کمپانیا الان هزینه های خیلی زیادی روی در واقع تیمای تحقیق و توسعه فکر کنم که آرندی بهش میگن ریسرچ اند خیلی هزینه زیادی رو روی این تیما میکنن خروجی این تیما چیه خروجی این تیما یا پتنت یا محصول دیگه بالاخره اگه هیچ سازوکاری نباشه که از این خروجی حمایت قانونی و حقوقی انجام بده <applause> یعنی چی یعنی اینکه هر کسی بتونه بره خروجی آرندی این شرکت ها رو کپی کنه و ازش استفاده کنه که خب اون سرمایه گذاری که شرکت انجام داده که به باد رفته دیگه یا پولی رو هزینه کرده یه چیزی تولید شده که همه ازش استفاده کردن پس شرکت برای اینکه اون هزینه وحشتناکی که روی آرندیشون میکنن چون میدونی پروژه آرندی هم خیلی وقتا شکست میخوره اینجوری نیست که هر پروژه آرندی موفق بشه ام. مثلا اون عینکی که گوگل داده بود یادتونه یه وقتای خیلی... بس. آره اون الان دیگه ن... چیزی ازش نمیشنویم دیگه اون یه پروژه آرندی خیلی کتوکلفتی بود خیلی تحقیق اینا روش انجام شده بود ولی حالا به هر دلیلی پروژه شکست خورد حالا مثالای دیگه هر شرکت برای خودش داره به هر ترتیب حالا این شرکت ها پس این هزینه زیادو رو که روی آرندی انجام دادن باید به یه نحوی ازش حمایت کنن اون نحوه چیه حالا پتنت مدلای دیگه هم هست حالا ما امروز راجع در واقع این سند ثبت اختراع داریم میگیم پس این باعث میشه که از اون مال از اون محصول فکری که شرکت تولید کرده استفاده بشه و این باعث میشه که کمپانی ها ترغیب بشن که اتفاقا بیان آرندی رو انجام بدن و آرندی رو که انجام بدنه که تکنولوژی جلو میره و بیاید اون شرایطی رو در نظر بگیریم که هیچ ساز و کار حقوقی نباشه که از حقوق معنوی کار فکری شما حمایت کنه تو اصلا ترغیب نمیشی که بری کار آرندی انجام بدی و تکنولوژی جلو نمیره هم. حالا در مقابل این بحثایی هست که حالا شما ما اپیزود هم رفتیم راجبش محصولات اوپن سورس اون بحث مقابل اینه که اونم حالا ایده های خاص خودش رو داره الان راجب اونها صحبت نمی کنی. ولی ایده ای که پشت قضیه پتنت هست اینه که شما سرمایه گذاری کردی وقت و انرژی گذاشتی یه محصول فکری تولید شده باید یه چیزی باشه که از این محصول فکری شما بتونه حمایت کنه <تص> بعد بگو ما الان شاید شاید توضیح داده باشید از اول تا الان ولی مثلا حالا مثال ملموسی که باریان صحبت میکردیم و حالا اون برنامه رو داشته بر برنامه یا همچین چیزی قابل پتنت شدن نیست اون توی توی کسی کپی رایت فکر میکنه اون کپی رایت حالا ترید مارک میتونه باشه ولی مف... مح... رو اینا منظورم اینه که زیاد پتنت آره توی هنر اون محصول فکری مدل دیگه از حقوقش دفاع میشه کپی رایت ترید مارک ولی یه سازوکار حقوقی مشابه این قضیه است شما یه چیزی رو ثبت میکنی به اسم خودتون حالا هر کسی دیگه بخواد از اون مفهوم استفاده کنه به یه نحوی باید با شما به توافق رسیده باشه مفهوم مشابه سازوکار مشابه ولی حالا دقیقا جزئیات که این کار انجام میشه ممکنه فرق بکنه آره پس حالا الان صحبت این رو کردیم که شرکت ها چرا این کارو میکنن و چرا ترغیب میشه همچین کاری انجام بدن و اینم بگم که اون قسمتی که راجع به ایمیجین ریالیتی صحبت کردیم اون واقعیت هایی که ما فقط ذهنی هم توی ذهن ما از تصور میکنیم که بر اساس حالا کتاب سیپینز آقای یوال نوا هراری بود این اینتلیکچوال پراپرتی حقوق معنوی و فکری دقیقاً توی همون در واقع کتگوری یا دسته قرار می گیرن الان توی ذهن ما من به شما بگم فلان الگوریتم مثلا محرمانه است اسناد محرمانه دولت آمریکا شنیدین میگه که رئیس جمهوراشون به این اسناد محرمانه دسترسی دارن الان فلسفائد. نگرانی آره الان نگرانی از اینه که ترامپ که از حالا وایت هاوس رفت بیرون یهو نره اینا رو لو بده بیرون اینکه میدونسته دیگه میخوره مثلا یه توییت راستی مثلا آره اینجوری دو تا هم به اسم خوابیدن آره راستی آره ما <applause> مثلا آره دقیقا همین خب اینو <applause> 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 اینا چیزای ذهنیه دیگه تو طبیعت که حالا اسناد محرمانه که وجود نداره تو طبیعت مالکیت فکری وجود نداره که اینا همه چیزای ذهنی که ماها وضع کردیم و هممون هم بهش خیلی وفاداریم و پایبندیم خیلی از ما ممکنه حالا برای شرکتی که کار میکنیم یه سری قرارداد امضا میکنیم به اسم NDA non disclosure agreement اینکه شما امضا میکنی که آقا تمام اتفاقاتی که این تو میافته رو من بیرون نمیبرم جایی راجبش صحبت نمیکنم و خیلی هم هممون ترس و لرز داریم که انگار مثلا قانون فیزیکه انگار جاذبه است در که این یه سری چیزایی که تو ذهن ما ما اینا رو وضع کردیم موقعی که با بس... آدم بالا سرت میفهمی که جاذبه اون موقع آره ما اینا رو وضع کردیم که جامعه بهتر کار کنه و تا حدی هم داره کمک میکنه دیگه ولی دقیقا میخواستم اینو یه اشاره کوچیک بکنم که دقیقا توی همون کلاس ایمجین ریالیتیه که آقای هراری را صحبت میکنم حالا این وسط یه سری یا مخالف پتنت کردن یه سری ایوا بهش وارد میکنه مثلا میگن یه سری ها میرن ایده های خز و دم دستی و واضح و پتنت میکنن بعد تو دیگه نمیتونی بری از اون استفاده کنی در صورتی که اگه اون ایده پتنت نشده باشه خب خیلی دیگه از اون میتونن استفاده کنن و محصول خوب تولید کنن که این وارده یا میرن یه سری چیزهای خیلی کلی رو پتنت میکنن پس که شما اون ایده ای که فرهاد برای کار داشت اگه مثلا کلی ترش میکرد برای تمام شست و شوهای دنیا میشد ظرف لباس کار باشه خب خیلی وحشتناکه دیگه یعنی هیچ کسی تمام دیگه تمام مثلا ها تمام آره راست آره. تو بوسه گردو میرفت آره همه خیلی ای اگه خیلی کلی میتونست پتنت بکنه خیلی بد میشد دیگه هیچکی کی نمیتونست استفاده کنه و حالا توی قضیه دارو و اینا اگه بهش نگاه کنید فرض کنید اونجا پتنت بشه یه داروی که جون رو نجات میده و اینو پتنت کنن یه پول وحشتناک هم روش بذارن هیچ کی نتونه اونو حالا اون داروی که برای مریضی هست رو ازش استفاده کنه اینا ایداداتی که بهش وارد میشه حالا مثال این قضیه مثال چیزو یادتونه اپل کامپیوتر اپل یه چیزی داشت بس میگن چی مک سیف آره آفاین آره سیف آره این چی بود یه آهن ربا چسبون یه مگنت یه آهن ربا چسبونده بودن اون سوکتی که در واقع شما پلاگ می‌کردی همش خارجی شد استیم برق و چون قسمت شارژرش با آهن ربا وصل می‌شد و اگر مثلا یه پای یکی می‌گرفت توش قطع می‌شد کامپیوتر به آره اینجوری نبود که آره پات بگیره یا کلا با سیم بیاد فقط سیم جدا میشد اپل این لامصب رو پتنت کرده خب الان نه خودش استفاده میکنه نه میذاره بقیه کمپانی ازش استفاده کنه آره حماقت نمیدونم آره این مثلا یه مثالیه که چه جایی ممکنه که به ضرر بقیه باشه آخه من نمیدونم چرا این کار یعنی هم خودش نمیخوره هم نمیذاره بقیه بخوره از این داستان علافه احتمالا خور بخور, بخور نیست اهداف دیگه ای احتمالاً دنبال میکنه آخه خیلی چیزه ولی خب به خاطر اینکه الان داستانو عوض کرده دیگه چون پورت عوض شده کلا اصلا به یه سمت دیگه ای دارن میرن اون موقع یه دونه شارژر یه دونه در واقع پلاگ مخصوص برای فقط شارژ کردن داشت الان به خاطر این سبک حالا جمع جوری که داره مجبورن یعنی میخوام اینکه که مثلا مهندسه نمیتونن تعریف کنن دور اون سیم با دور گیرنده مکبوک یه مگنت باشه که اینو هم بگیرن ج... من تکنیکالیتی با... اون قضیه رو نمیدونم که چرا این اتفاق نمیفته ممکنه این باشه ولی اگه یادتون باشه یه سری لپ مک های قدیمی چ... آرم اپلشون چراغش روشن میشد یادتونه یه چراغ حالا از... مثلا اون چرا اتفاق نمیفته الان دیگه مک های جدید اونو ندارن آره متاسفانه آقا من هلی... هنوز از اون قدیمی دارم اینطوری نگید این <applause> دلش خیلی ساده و جالبه اینجوریه که برای اینکه اون در واقع نماد چراق. اپل چراغ روشن بشه پشت اون چراغ جدایی رو وصل نکرده بودن مانیتور هایی که اون موقع هایی که اون موقع تولید میشه به گونه ای بود که از پشت اون میتونستن حالا اون نور رو بگیرن که اون رو روشن کنن مانیتور جدید اون امکانو نداره تکنولوژیش کاملا عوض شده برای همین اون آرم اون پشت دیگه چراغش روشن نمیشه کارون یه سوال حالا فکر کنم باشه هایه. چیز شد اینی که گفتی که مثلا 20 سال اصولا حالا تو آمریکا طول میکشه اینا بعد مثلا لپتاپا حالا مثال اون شارجرش هم زدیم ولی مثلا یه دورانی بود که لپتاپ سی دی میخورد سی دی رام داشت بعد رو حساب حرف که تو میزنی حتما یه کمپ... او... 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 یه کمپانی بوده که این سی دی پتنت کرده بوده اگه اینطوری باشه و بعد رفته رفته اون تعداد سال تموم شده و باعث شده که همه کمپانی ها بتونن استفاده کنن نه ممکنه مثلا قبل اینکه تموم بشه هم پول دارم مثلا پول هر که... آره هر کی میخواد استفاده کنه به ما 10 میلیون دلار بده اوکی او. آره جالبه اکثر این داستان پتنت بیرون دادگاه قضیهشون حل و فصل میشه کار به دادگاه نمیکشه همیشه بیرون دادگاه یه اگریمنتی یه انجام میشه کار اونجا در میاد مثالی که چند وقت پیش احتمالا هممون شنیدیم این داستان طراحی گوشی اپل و سامسونگ رو یادتونه بله این لامصبا د... شما دیزاین رو هم میتونی پتنت کنی اه. یعنی رفته گوشی اپل رو پتنت کرده بعد رفته دادگاه شکایت کرده که دو سامسونگ اومده طراحی مشابه من استفاده کرده یادتونه این قضیه هفت سال طول کشید از 2011 تا 18 عدد آخرش یادتونه چقدر سامسونگ باید میداد 14 ب... میلیون یه آره. جور خاصی هم پول رو داره 14 بیلیون خیلی نه میلیون یعنی هفت بیلیون بیلی... آره نصف یه میلیون ملی... بی... یه میلیارد داره نصف یه میلیارد دلار رو باید میداد به آه... اپل یعنی سامسونگ باید میداد به اپل به خاطر اینکه گوشی که طراحی کرده بود شبیه مثلا آیفون بود دورش گرد بود دیگه اون دیزاین دورگرد رو چیز کرده بودن آره خیلی این عجیب غریب بود برای من چون دیزاین رو دیگه پتنت کردنش واقعا وحشتناکه بعد ظاهرا حالا اینا جدا اگریمنت انجام دادن یعنی یه توافقی شده که اپل هم نخواسته فاش بشه که توافق چی بوده یعنی ما نمیدونیم که خروجی آخرش چی شده سی پی یه... داره پرواز میکنه از وسط این بود که سامسونگ اون به نوعی که پرداخت کرد اون پولو خیلی بیشتر نه اون دروغ بود اون اه نه آره اون اتفاق نه چی بود پنی بود کامیون نه نه خیلی همه جا آ آره اونو نمیدونی میگم اصلا یه اگریمنت انجام شده کسی هم نمیدونه عدد واقعی چقدره ولی دادگاه گفت که سامسونگ باید 539 میلیون بده حالا پشت پرده ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده اپل گفته برو بده صدقه <laughs> آره بعد آها اصلا کل اینا رو گفتم که به اینجا یه قضیه برسیم اینجا رو ببین آره یه سری پتنت بسیار زیبا من براتون آماده کردم که میخوام به نمایش بذارم اولین آره اولین پتنت حالا من توضیحشم میدم ولی تصویرشم اینجا ما نشون میدم من اسکرین هم رو شیر میکنم که شما ببینید آدم چه ایده زیبایی و پتنت کردن یه اصطلاحی توی انگلیسی هست میگن که necessity is the mother of inventions. یعنی <تقال> اینکه نیاز, نیاز مادر اختراعات یعنی شما وقتی که چیز اختراع میکنید به خاطر اینکه نیازش بوده ولی حالا یه سری پتنت با اینجا پیدا کردیم که نمیدونم واقعا نیازی همچین چیزی هستش یا نه آه... یه دونه اولی این که میخوام بگم این سال 2000 پتنت شده تایتل رو گوش بدید یه ابزاری که شما باش میتونید به خودتون لگت بزنید آره گفته حالا چند مدلش امروز بخوام نشونم بهش میگه user operated amusement apparatus for kicking the, the user's buttocks خب یعنی به عنوان سرگرمی شما یه دستگاهی رو دارید به باسن خودتون لگت میزنه آره این دستگاه خیلی دیزاین جالبی داره بذار من ایما نیم هفته دیگه ببینیم خریده باشید اینو میذارم جلو در <applause> می‌بینید؟ آره باید دستی میچه با خود اپریتش کنید آره کسی یعنی که نمیبینن شما پدال دوچرخه رو فرض کنید اینو گذاشتن برای دست شما با دستتون شروع میکنید پدال زدن بعد این نیروی محرکه از طریق آلای پیستون از این ور منتقل میشه به یه سری پره چهار تا پره داریم که به اینا کفش فصله خب اینا از پشت سر شما این پره ها میچرخه و <applause> مرتب یه لگدی داره ببین اگر که جاوبا باشی و اون پوزیشن بندیت اشتباه باشه میتونه آره اگه نمیتونی دست تو چون از پشت نمیتونی به چرخونی اون ایده ایمان عملی نمیشه نه برای این کفش رد میشه دیگه اشالله نه آره دیگه تو گیر نمی کن. میره بعدی میاد یعنی این چی اگر... اگه رو پشت رد کنی تو اگه اون پشت رو وایسی از پشت که نمیتونی هنده نه ببین. نه همینجا برحال اگه, با... اگه شما اونجوری تا اونجا ادامه داره که من یه ذره عقب وایسی شما برای نشستن هم احتمالاً مشکل داری <applause> و اوریان هم هستن فکر کنم این شخصی که کشیدن یوزر یه ذره هیکرش عجیبه <applause> آره یه ذره درشتن ایشون ولی چیز میشه دیگه <applause> شما, شما, شما نگاه کنید این موردای این 22 این طول رو تنظیم میکنه بر اساس قد و سایز شما این بس. مثال اول بود ولی به کار به اینجا ختم نمیشه یعنی تو مثلا اینو میبینی میگی که خب این چه داره یه دیتل داره یعنی هر آره شد... آره پترن یه تمپلیت خیلی خاصی داره همینجوری راحت با... نیست با, با تکست هم با بی مشخص کردم میدونی که <تصفح> یو هم احتمالاً یوزره <تصفح> آها آره،, آره آره بعد یکی دیگه مورد مشابه پیدا کردی که من رفتم پیداش کردم براتون یعنی مورد مشابه اختراع کردم من پیدا کردم که براتون نشون بدم اه... هم جالب اسم تایتل اینه برید سرچ کنید پیداش کنید مانیوالی سلف اپریتد بات کیکینگ ماشین خب اینو بذارید من براتون به نمایش بذارم که بله این هند اپریتور اینجا اون دستگاهی که توی پارک ایران هست که باش ورزش میکنن برای بالای سینه و اینا همینو پایینش پایین صندلی یه دونه کفش وصل کردن این همجوری که شما بالا پای میکنی این هم از زیر یه لگتی به جان چه به لگت خوردن دارن این از بعد اگه فکر میکنید همین دوتاست اشتباه میکنید اموا و اقسام داره این قضیه این فکر کن یارو بیستی هزار دلار خرج میکنه باور کن که... تو خونه زده به دیوار یعنی آقا کاش اومده بود کل ایده لگت زدن دستی و با <laughs> نمیشه اون خیلی کلیه خیلی <applause> کلیه <applause> از بقیه جلوگیری میکنه که از این ایده استفاده کنن <applause> آه خب یه سال پس تو صحبتات گفتی که میشه میشه بعضی هم بیان خیلی کلی اینا رو چیز کن یا نه اصلا اجازه نمیدن که ایده های کلی رو ببین میشه تو گفتم اینجوری انجام میشه که شما حالا شما مختره در واقع یه داکیومنت رو آماده میکنی یه سندی رو آماده میکنی توضیح میدی که این چه جوری داره کار میکنه و جزئیاتش چیه اینا بعد اینو میدی به وکلا وکلا اینو ترجمه میکنن به زبون حقوقی و آخرش یه سری کلیم میارن که شما دقیقا دارید چی رو کلیم میکنید بعد این ثابت میشه حالا توی آمریکا بهش میگن یو اس پتنت اونجا ثابت میشه اونا یه عالمه حالا آدم دیگه اونجا نشستن میرن این رو بررسی میکنن ممکن اگه ایده خیلی کلی باشه رد شه اگه شبیه چیز دیگه باشه رد آه. میشه یا وقتی هم اه, چیز اکسپت میشه دیگه پذیرفته میشه و هم پتنت میاد بینن یه نکته بگم این یوزر منوال هم داره بله بله شما باید بدونید چیزی این دستگاه ازش اسمش خیلی خوشحال و داره داد میزنه من قیافه اون وکیله رو میخوام بدونم که اینو پتنت کرد ببین قیافه وکیل رو ول کن فرض کن یکی دیگه بیاد پتنت مشابه بده اینا برن دادگاه بعد جلسه دادگاه مثلا قاضی بالا نشسته بعد اینا مثلا دارن توضیح میدن که آقا دستگاه مثلا لگد بکونه ما فرق داره با شما یه اون درجه با آره مثلا میگه عین مال ماه قاضی خودش میکشه خیلی خند است قاضی سوم اینقدر درس خونده که بیاد همین چیزیو <applause> آره نا. مورد سومی که براتون دارم در واقع به لباس زیر مربوطه یه دستگاهیه که برای خانوما طراحی شده که بخیر داری. تقویم داری. به صورت تقویمی بتونن دنبال داری. کنن که چه روزی حالا اون عادت ماهیانه اتفاق میافته به اسم فمینین آندرگارمنت وید کلندر اپ داره یعنی؟ همین قبل اینی که اپلیکیشن و اینا باشه ظاهرا این تولید شده شما یک کلندر اینجا دارید که این رو چلو میتونید ببرید مثلا بگید که اینجا میبینی قلب و اینا هست بعد بای. اینا کوچیک قلبه که پر میشه احتمالا اون روز خاص رسید و اینا این هم پتنت کردن الان با به حال تغییر فشنی که تو افتاده دیگه اینا جا نمیشون رو تغییر چی که اتفاق افتاده؟ فشن فشن چون مینیمالیست شده خیلی آها آره <تصفيق> 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 یعنی یه اپلیکیشن ساده کار همینا رو می‌کنی دیگه شما فکر کن آ تاریخ هم داره زره. دا <applause> یعنی اون قدم دور نیست این مال 297 بیرسو... فری بازم قابل قبوله آخه اون موقع همین هم تقویم بود هم وسایل الکترونیکی دیگه یواش یواش داشت می دیگه من نمیدونم اون موقع روی یخچال میتونستان بزنن آره این مثلا فرض 30000 دلار میدی که اینو پترن کنی کنی میدونی که این ایدش اینه که تو تو این یک ماه اینو عوض نمیکنی یا شاید مثلا از شاید همین جدا نه نه من نرفتم بخونم کاش یکیشو بگیریم این تازه فیگر دوه فکر کنم چند تا عکس دیگه نه فیگر یکم بالاست فیگر یک اینجاست آره بیشتر هم ممکنه باشه یکی از دو من فکر کارون گفت لباس زیر زنه منظورش چه سه چیزایی بود که مثلا دستگاهی که حالا دیگه وارد نشون حساب نظرت <تصفح> زیاد مهم <پایم> نیست نظرت خب <تصفح> 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 اما وارد چهارمی که براتون دارم یه دستگاهی هستش که از پیشانی شما حفاظت میکنه شما میتونید استراحت کنی وقتی که مشغول انجام داده عمل دستشوی کوچیک هستید برای مرزه تر شده فورهد سپورت اپراتس هستش از شویه کوچیک که این به این شکل است به من رو کارو میخوره شما خسته که میشی و اصلا سرتو میذاری اینجا استراحت میکنی اینو پتنت کردن شانه های مادر مثلا خیلی خوبه این خسته میشی دیگه بعد پاهاش رو خیلی بعد باید ساده من نمیدونم هیت ساپورت برای دستشوی بزرگ نداشتن نه دیگه اونجا نشستی راحتی این چون سخته سرتو میذاری راحت کامدان هم تمیز و مشکل نداره اصلا از تمیز بیرون دست بلی هم داره انجام قبل قبل این بیماری بوده نمیدونم واقعا یه دور یه چیزی هم صحبت کردیم یه دور چیز ترامپ اومد عبارت یو ار فایر رو می‌خواست ترید مارک کنه بله سال 2004 باید. کارتون ادامه بدید من یه مشکلی دارم شما ادامه بدید بله اونم سال 2004 اومد اینو چیز کنه ترید مارک کنه ولی قبول نشد قبول نکرد و مورد آخر مورد آخر این صحبتش رو من فرهاد داشتیم با هم این محصولش تولید شده و الان توی آمازون هست آقا من تو... می... تو, بسکت هم هست الان برو این پتنته به اسم فلاشلنس دیودورایزر در واقع فلاشلنس میشه اون نفخ و باده شکم و اینا عکسشو ندارم چون عکس خاصی نداشت ولی اینجوری یه لباس زیریه که اه پدی داره آه؟ یه پدی داره توی اون لباس آره یه پدی داره و این متوجه می... یه سنسوری داره این متوجه میشه شما خودتو که ناراحت کردی برای اینکه بقیه رو ناراحت راحت برای اینکه بقیه رو ناراحت نکنی این یه بوی میده مثلا میتونی تنظیم کنی که دو سیب آل والو بده بیرون از یه حالا اینه که میگی ترامپ میخواست یور فایر دو بره چیز پتنت بکنه لبران جیمز هم میخواست تاکو تیوزده بره پتنت بکنه دیگه نه اینو میدونستی نه واقعا آره 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 میخواست مارک کنه پتنت ترید مارک بکنه و اونم فیل شد مگه مار خودش بوده نه ولی خیلی استفاده میکنه توی استوریاش و اینا آها. خیلی اعتقاد دارم به این تاکو تیوزدی <úa> و فیل کردم برای تو دیر نشده برو اصطلاح سر گندشم شما چیز کنید دیگه ترید مارک کن که کنی؟ بله خیلی واقعا خیلی جالبو ایمان تو باید جونم براتون بگیه رو بزنی ترید مارکش کنی به قول معروف جونم براتون نه من یه سری فوش هست که میتونم میخوام سر آره میتونم براتون ترید مارک کنم که واقعا فکر نکنم کسی استفاده کنه توی آمریکای شمالی برای 20 سال میتونم اینا رو ترید مارک کنم کارو من ساعت داشتم حالا برگردیم به بحث تو گفتی که توی هر کم... کشور میتونی ثبت کنی درسته یعنی یعنی مثلا که توی true... کشور ثبت کنی توی کشور دیگه هم اپلایبل هست یا نه آره بعد مثلا اگه مثلا چه میدونم ایران باشی اپلیکبل <تصفح> 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 مثلا <نشم، نه. تصفح> ایران باشی خب نمیتونی بیای که توی آمریکا ثبت کنی چون حالا شاید شرایط بعد نمیدونم تو آمریکا زندگی کنی و اینا چه جوریه یه, یه... اتفاقا ایران باشی میتونی بیای تو آمریکا ثبت کنی مشکلی نداره تو میدی به وکیلی میگی که اینو تو تو آفیس آمریکا ثبت کن ولی نکته اینه که فرض کن یه پتنتی توی آمریکا ثبت شده باشه اگه عین همون محصول توی چین تولید بشه این مشکلی نداره به خاطر اینکه های آمریکا فقط توی آمریکا میتونه انفورس بشه اون قانون اونجا اجرا میشه ولی اگه اون محصولی که کپی محصول آمریکا پتنت آمریکایی که تو چین تولید شده بخواد وارد آمریکا بشه یعنی چین اون رو صادر کنه اونجا مشکل است ولی تا قبل اون قضیه میدونی دیگه چین خب مثل محصولات گردو همین چیزای مختلفی که وجود داره سیاباری آره آره و مثلا کمپانی خفن و بزرگ اینا میان تو همه کشورها پتنت میگیرن اینطوری که بعد تو میگی ای، اینا ما آره میدونم که مثلا یه کمپانی آمریکایی تو اروپا میره پتنت میکنه آه. به خاطر اینکه از قوانین پتنت جاهای دیگه هم بتونه استفاده کنه حالا جزئیاتش رو من دقیق نمیدونم ولی آره فریاتش اینجوریه اینی که فرض گفت جالب شد دید. چون من نمیدونم چرا اینطوریه ولی کمپانی ماشین سازی مثل این که انقدر قوی هاشون قوی نیست چون که مثلا چین قشنگ اومده اکثر مدرای لندروور رو و دیگه بگم جگوار رو بنتلی و اینا رو دقیقا همون ماشینه ولی مثلا لوگو یه چیز دیگه زده مثلا آدیدا آره ببین چون خیلی جزئیات داره دیگه اینا احتمالا میتونن بگن که ما فلان جاشو عوض کردیم و حالا مشابهت اینا زیر چون حالا یه ترش شده 50 شب یاد چیز افتادم یاد نیو فیسبوک افتادم آها توی نیو پای پای پا دلیگان. این سریار سیلیکون ولی رو اگه دیده باشید میدونید سیلیکون بوده یا سیلیکون اینو ما آخر نفهمیدیم سیلیکن سیلیکن سیلیکون آره زنگ میزد به طرف میگفت آی ام یور مادر ساعت پای ساعت خوابیده است بعد دیگه چون این پاندمی شده ما نمیتونیم خونه بریم بیرون باتری بخریم خب دیگه چی کارم تموم شد آره دیگه من یه بار یه جایی میخوندم میگفت یه فرق بین پتنت و کپی اینه که مثلا گفتیم آرتیست ها بیشتر مثلا کارشون کپی رایت و اینه که وقتی که مثلا اینکه تایم نداره دیگه کپی رایت چرا وقتی کاپی کاپی رایت که مثلا داره پت... نسبت به بعد از مرگ طرف ب... کشور متفاوته 50 سال 70 سال اوکی پس این بود چون میگفت که مثلا مایکل جکسون که فوت کرده هنوز دارن خانواده به خاطر کاراش که پخش میشه پول میگیرن پس یه تعداد سال بعد مرگش اوکی. تو آمریکا تو کانادا 50 سال بعد از مرگ آره به قرار دادو اینا هم خیلی ربط داره دیگه اینا همه جزئیات حقوقی داره ولی حالا کلیتش اینه که از یه چیزی حمایت میکنه دیگه در واقع زیباست آره من... کامنت برام بخون یک ساعت و دو دقیقه است صحبت میکنیم 20 دقیقه قبل از اینکه اپیزود شروع بشه فقط در مورد چیزای مختلف صحبت کردیم حالا آره. آره را... ما یک ساعت و نیم تو این میتینگیم ها بله بله یک ساعت دو دقیقه است کامنت یوتیوب بنده بود که در مورد اپیزودی که ایمان هفته پیش رفت گفته و عالی هست این قسمت من متاسفانه این مشکل رو داشتم باعث می شدم دو نفر آدم به جونه هم بنازم تفرقه ایجاد کنم که کار خیلی بدی بودش بله. باشون این کارو می میکردن قبلا؟ بله ایشون بازم خوبی که پی بردن دمشون گرم آه... بعد جواد کامنت گذاشته بود که درجه یک اگه بشه برنامه های مهمون محورتون رو بیشتر کنید خیلی خوب میشه برای اپیزود با آریان گفته بودن آه... آه دوباره تشکر کرده بودن که خب بعضی شناختی نداشتن از آریان به اینکه حالا آهنگسازی کار رو میکرد و اینا ولی هم. خیلی خوشحال شده بود که آشنا شدن با آریان و کلا حال کرده بود آره آریان به قول چیز مهران خیلی چرا خاموش کار میکنه آره هم گفته بود تو تو اپیزودهای مجازی فرزاد مثل دانشجوها تو کلاسهای مجازیه میکروفونش رو خاموش میکنه و تو اینترنت میچرخه خیلی کار زشته من بعضی موقعات چیز میکنم آماده بشم برای بخش کامنت ها چون میدین که خیلی سخته دیگه اونا رو باید <applause> یه کاری میکنید آدم بهتون تیکه بندازه چرا آدم مجبور میکنین خب <applause> so. امیر روی اینستاگرام کامنت داده بود که در مورد اپیزود ایمان مشته مرلین منرو میگه اگه دو هستین حداقل یه روی زیبا داشته باشید خیلی اگر دین نداید آزاده باشید این هم تقریبا همون <تص> مسعودم رو <ب conclusions> باکس فرژن اسلامیش مسعود گفته بود ایمان میشه اینقدر نگی جونم براتون بگه که همین الان صحبتش گفته چی بگم چرا چرا به صحبت کردن من به کلمات منم گیر میدی جونم براتون میگه خوبه دیگه آره دارم از جان و دل براتون مایه میذارم من نمیدونم دیگه کامنت های بود رو توییتر هم برم بخونم اون آن در مورد دوربین ایمان هم که خیلی کامنت هست همیشه فکر کنم هستی خیلی گفته که این آتو رو خاموش کن و آه... نه حالا غیر از اون خیلی یا دوربین تو رو تو سر ما ستا میزنن یعنی یه حالتی که انگار مثلا آخه من دارم از دوربین خوشگاست استفاده میکنم دلیلش رو کامترم نیست اگه من رو کامترم باشه بس یه دقیقه بهتون نشون بدم یک فتش در حد فنشه مثلا. اینا خوبه دیگه خوبه تغییر پیده که ایوا چقدر لاغر شدی نه با خیلی وقت ندیدیم ات خیلی عصبیم هم آدم عصبی شدم رو توییتر اومده که اسمش هست محمد آقا هستم گفتن این خود که از تاکس چی شد قضیه چرا جواب نمیدید چرا مسخره بازی در مسخره و خیلی بد بود یعنی لحنه عصبانی داشتم من خیلی آرومش کردم حالا یکی گفته بود چون اونجا کارون جریان نداره شاید دلیلش اینه جوابی نداشتیش گفتم کامنت بعدی بعدی خب ببین بعضی موقع واقعا آخه بعضی برام کامنت بعدی بزن نه خب بزن من بگم اینجا مثلا بعضی موقع یه مسیج میاد که اصلا نمیتونه آدم جواب بده مثلا یه نفر حالا آره من مثال از اینستاگرام میزنم یکی مثال زده بود که ایکس باکس چند من با پول پیکش برام برات بفرستم برام بفرستی خب من چی جواب بدم من هر روزم مثلا چرا جواب ایلی. آخه فدات شم نوکرتم <تصفح> آخه این چه سوالی اصلا چه ربطی چی به چی داره من <تصفح> یک موتوریم هم مگه بعضی حقا... حالا من نمیگم ایشون همچین صحبتی کردن ولی بعضی موقع واقعا اول که خب تعدادا زیاده ما هر موقع که برسیم به قید قوره اونایی که حالا شاید بالا باشن جواب میدیم و بعدم اینکه بعضی هم سوالای بی رفت پرسید آره حالا جدای از این چیزش این دیگه مخصوصا روی صحبت با دیگه این بعد بر... برنامه ریزی بعد و وقت نذاشتم و تنبری من بوده که اینا مونده. آخه تنبری هم نیست واقعا. آره واقعا. یه ذره هم نمیشه. مدادشه. آره حمرم. همارم... برنامه های جدید داریم برای پادکست تاکس اعلام می‌کنیم. آره, آره میکنی. نه یه ذره هم نمیشه خلا. به همه جواب داد باید من واقعا تا جایی که برسم سعی می‌کنم که جواب بدم. میشه یه دونه بات طراح کنیم جواب بده. <تصفح> <تصفح> آخه اگه اونطوری بود که احتمال <تصفح> حالا جالب اینو گفتیم من دیشب داشتم یه سری از این بات های رو تست می‌کردم. یه بات مثلا روی مسنجر فیسبوک بود خب اینا هنوز تو مراحل مقدماتی هن دیگه چت بات و اینا بهشون میگن شرکت مختلف دارن روش ریسرچ میکنن که تو باش صحبت کنی بعد اون جواب بده روزی برسه که ما یه بات خودمون ترین کرده باشیم شما که صحبت میکنید ما از زبون ما جواب بده خیلی ولی بترس از روزی که اون بات فیل کنه و چیزی که نباید رو اون بر یکی تعریف میکنه بگیش سینه ای روی ادبیات ایمان اگه چین بشه یه ذره روی ادبیات ایمان بعد از فل شدن تکنولوژی ایمان تنها نه تو جمع اونجا بد میشه با جونم برات بگه شروع میکنه بیا نزدیک میکروفون دهن ما را سرویس کرد من اینترنت هم بهتر شد فلان لگ داره و اینا دیگه مشکلی که نداری چیه شد اونجوری نکن خب لگ داشت دیگه <applause> من توی دخمه نشستم راوتر اون تای دنیاست خب یه دونه اکستندر میگیری میذاری وسط روی میز نهار خوری نه دیگه با سیم کشیدم دیگه با سیم که نه آها سیم که مشکلی نه داشته باشت. نه یعنی میگم الان درست شد بله آه. تو؟ اه آتفه دوباره تو تویتر گفته بود من گاف شیستالگی کارون رو تو دبیرستان داشتم بعد از پاس کردن آزمون ورودی تو م... بعد از پاس کردن آزمون ورودی تو مصاحبه ازم پرسن کجا روسری و هجاب و اینا داری گفتم تو مدرسه و موقع ختم و اینا که تو مسجده و این شد که دبیرستان رو در مدرسه دولتی به سرانجام رسوندم <applause> آره دیگه بریم سراغ اپیزود بعدیمون بریم بیام چون یه ساعت ده دقیقه شده بریم خب ما توی تمام فضای مجازی اسمون اون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که می‌خواید با ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیامهای های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه اپیزود جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا